به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم فرادرس من مهدی کهنسال هستم و قراره توی این دوره در مورد فیلمنامه نویسی کوتاه با شما صحبت کنم ابتدا بریم سراغ یه سری مقدمات در مورد فیلم و فیلمنامه در مورد فیلم چه تعریفی میتونیم داشته باشیم یه تعریف کلی و قابل قبولی که از فیلم میشه داشت اینه که فیلم هنر روایت داستان با تصاویر متحرکه در واقع یک داستانی داره روایت میشه با یک مواد خامی که چی هستن تصاویر متحرک آلفرد هیچکاک کارگردان معروف یه جمله ای داره میگه که فیلم زندگیه بدون بخشهای خسته کننده اون در واقع زندگی بودن فیلم نشان دهنده این داره که ریشه در واقعیت داره و بخش دوم این تعریف هیچکاک داره از شخصی حرف میزنه یک معلف یک خالق یک فیلم نام نویس یک فیلمساز که میاد بخشهایی رو حذف میکنه و بخشهایی رو انتخاب میکنه یعنی های از زندگی رو گزینش میکنه کنار هم میچینه و روایت میکنه داستانی رو با تصاویر متحرک تا یک فیلم رو بسازه رسانه ای که بسیار نزدیک به فیلم رسانه تئاتر هست ولی یک ویژگی خیلی مهمی هست که این دوتا رو از هم متمایز میکنه و اون هم اینه که سینما مبتنی بر تصاویره اما تئاتر مبتنی بر دیالوگ یا گفتگوه این ویژگی بعدا که در مورد دیالوگ نویسی یا گفتگو نویسی میخوایم صحبت کنیم خیلی بر ما مهمه که بدونیم جایگاه کلام یا گفتار در سینما چیه تا بتونیم به بهترین شکل ممکن از گفتگو استفاده کنیم یه ویژگی دیگه ای که جهان فیلم داره و مربوط به مخاطب میشه اینه که خلاقیت محدودی برای مخاطب داره این به چه معناست به این معناست که اگه بخوایم یک مثال بزنیم مخاطب یک رمان یا یک متن ادبی میتونه بی شمار تصور داشته باشه از متنی که داره میخونه یعنی بی شمار مخاطب بی شمار تصویر بسازن در ذهنشون از یک متن واحد اما مخاطب یک فیلم داره تصویر ثابتی رو میبینه که کارگردان انتخاب کرده و نمیتونه تصورهای مختلفی داشته باشه خلاقیتش محدود میشه برای خیال پردازی البته این به معنای منفی بودن جهان فیلم نیست این یک ویژگی منفی یا نقطه ضعف نیست صرفا یک ویژگی ذاتیه که سینما داره بریم سراغ فیلمنامه ببینیم که برای فیلمنامه چه تعریفی میتونیم داشته باشیم یک تعریف قابل قبول و کلی میتونه این باشه که فیلمنامه مبنای نوشتاری یک فیلمه یعنی یک متنیه که قرار بر اساس اون یک فیلم ساخته بشه باید در نظر داشته باشیم که فیلمنامه یک اثر ناقصه باز هم نه به معنای منفی به چه معنا ناقص بودن فیلمنامه به چه به این معناست که فیلمنامه به خودی خود به یک شکل ادبی مطرح نیست مثلا در قیاس با نمایشنامه یک نمایشنامه میتونه نوشته بشه صرفا به عنوان یک نمایشنامه و ارائه بشه عرضه بشه و خونده بشه و هیچ وقت هم اجرا نشه هدفش اصلا این باشه که هویت و موجودیتش به عنوان یک نمایشنامه باشه اما یک فیلمنامه نوشته میشه برای ساخته شدن و موقع نوشتن هم لحاظ میشه مواردی که به ساخته شدنش در آینده مربوط میشه اما یک نمایشنامه یک شکل ادبی مستقله پس ناقص بودن به این معناست همچنین فیلمنامه یک بار مصرفه یعنی فیلمنامه نوشته میشه تا یک بار به فیلم تبدیل بشه اما نمایشنامه میتونه بارها اجرا بشه به شکل‌های مختلف مثلا به شکل ناتورالیستی اجرا بشه به شکل اکسپرسیونیستی اجرا بشه به شکل پست مدرن اجرا بشه اما فیلمنامه یک بار مصرفه پس میتونیم با این تعاریف بگیم که در نهایت فیلمنامه نویس چه کسیه فیلمنامه نویس در واقع یک داستان سرا با تصاویره کسی که داستانی رو به وسیله تصاویر روایت میکنه. بریم ببینیم که فیلم نامه کوتاه و فیلم کوتاه چه ویژگی هایی دارن. بریم سراغ جهان فیلم کوتاه و فیلم نامه کوتاه و ببینیم که چه ویژگی هایی دارن. فیلم کوتاه از کی آغاز شد یعنی تاریخش رو میتونیم از کی در نظر بگیریم اساسا سینما با فیلم کوتاه آغاز شد یعنی اولین فیلم های سینمایی کوتاه بودن و البته نه به معنای امروزی به فرم امروزی به شکل امروزی دلایل خاص خودش رو داشت یکی اینکه امکانات ایجاب میکرد که به این شکل باشه یکی اینکه داستانگویی هنوز جا افتاده بود توی سینما و دیگه اینکه به هر حال این فرم داشت اولین روزهای آزمون و خطای خودش رو میگذروند به خاطر همین فیلم ها اکثرا کوتاه بودن اما به شکل امروزی خودش در فرم امروزی فیلم کوتاه چند تا ویژگی داره یکی اینکه شخصیتش واحده یعنی تمرکز روی یک قهرمان هست یکی اینکه زمان محدوده این زمان هم به معنای مدت زمان فیلمه که میتونه دو دقیقه باشه، پنج دقیقه باشه، ده دقیقه باشه. هم به معنای زمانی که در فیلم اتفاق میفته. یعنی جهان فیلم در عرض چند دقیقه روایت میشه، در عرض چند ساعت روایت میشه. همچنین لوکیشن محدودی داره. این هم دلایل ساختاری داره که توضیح میدم در اسلاید بعدی هم به خاطر امکانات و بودجه این اتفاق میفته. بریم سراغ فیلمنامه کوتاه و ببینیم که جهان فیلمنامه کوتاه چه ویژگی هایی داره. میتونیم فیلمنامه کوتاه رو در برابر فیلمنامه بلند قرار بدیم و از طریق این تقابل بتونیم ویژگی رو با هم مقایسه کنیم در فیلمنامه بلند سه ویژگی داریم که بسیار مهم هستند و مربوط میشن به شخصیت طرح و زمان و مکان فیلمنامه در فیلمنامه بلند ما فرصت عادت کردن به شخصیت ها رو داریم منظورم ما به عنوان مخاطبه یعنی میتونیم در اون تایم طولانی که فیلم داره یه ساعت یه ساعت و نیم، دو ساعت به بالا کامل به شخصیت رو عادت کنیم و عمیق بشیم و یک همدلی بسیار زیادی رو باشون برقرار کنیم و این گزینه و امکان و پتانسیلی رو در اختیار فیلم نویس قرار میده تا بتونه ازش استفاده کنه در فیلمنامه بلند ما طرحهای چندگانه میتونیم داشته باشیم مثلا یک طرح اصلی داریم و تعداد زیادی طرح فرعی که به موازات هم پیش میرن زمان طولانی فیلمنامه این امکان رو در اختیار فیلمنامه‌نویس قرار میده که بتونه چند تا طرح رو همزمان پیش ببره و همچنین در فیلمنامه بلند ما میتونیم زمان و مکان رو گسترش بدیم مثلا در مورد زمان میشه مثل داستان‌های اسطوره‌ای و حماسی عمل کرد که معمولا قهرمان رو از کودکی تا مرگ نشون میدن این امکان وجود داره که در فیلمنامه بلند این کار رو انجام بدیم همچنین در مورد مکان میشه بسیار متنوع عمل کرد شهرها استانها و کشورهای مختلف توی فیلمنامه به تصویر کشیده بشن و مکانهای متعدد و گسترده ای رو داشته باشیم. در فیلمنامه کوتاه اما شخصیت، کنش و مکان باید واحد باشه. شخصیت واحد به این معناست که فقط روی یک قهرمان واحد تمرکز میکنیم و همدلی مخاطب رو با اون برمیانگیزیم. کنش واحد به این معناست که یک خط دراماتیک و یک سیر علی معلولی واحد پیش میره در فیلمنامه و به انتها میرسه. و تمرکز روی یک کنش واضح روشن و دراماتیک و واحد همچنین در مورد مکان و لوکیشن واحد علاوه بر توضیحی که در قسمت فیلم کوتاه دادم که به خاطر امکانات و بودجه میتونه این محدودیت صورت بگیره همچنین دلیل ساختاری هم داره دلیل ساختاریش چیه دلیل ساختاریش اینه که در فیلمنامه کوتاه بهتره که فضایی که در ذهن مخاطب و برای مخاطب تدایی میشه اون مکانی که مخاطب باش روبرو میشه مواجه میشه پیوستار داشته باشه و اگه ما بخوایم هی مکان رو عوض کنیم فرصت اینکه مخاطب همراه بشه و عادت کنه به اون مکان جدید به اون فضای جدید از دست میره پس بهتره که تا میشه لوکیشن ها و مکان ها رو محدود کرد تا اون پیوستار حفظ بشه خب بریم یه فیلمنامه رو با هم دیگه بررسی کنیم من ماهنامه نگار رو سرچ کردم توی گوگل وارد سایتش میشیم filmnegar.ir این سایت سایت خیلی خوبیه میتونید از اطلاعاتی که گذاشته استفاده کنید خود ماهنامه رو میتونید تهیه کنید ما میریم توی بخش سینمای ایران قسمت فیلمنامه کوتاه اینجا مجموعی از فیلمنامه های کوتاه قرار داده شده متن کاملشون حتما رجوع کنید و مطالعه کنید این فیلمنامه ها رو میریم سراغ فیلمنامه سمعک لطفا ویدیو رو نگه دارید و این فیلمنامه تقریبا کوتاه و پنج صحنه رو مطالعه کنید اگر تونستین چندین بار این رو بکنید که مسلط بشید روی فیلمنامه و بعد برگردید تا بتونیم این فیلمنامه رو با هم دیگه بررسی کنیم خب فیلمنامه سمعک داستان زوجه به نام هوشنگ و الهه که میخوان مهاجرت کنن ساعت دو نصف شب، اومدن خونه چهار ساعت دیگه پرواز دارن با چمدوناشون رو جمع کنن و یه استراحتی بکنن تا به پروازشون برسن اما توی ساختمون کسی نیست ساختمون خالیه همه رفتن مسافرت همسایه و اعتمالا تا بعد از عید بر نمیگردن و ساختمونشون رو دزد میزنه دزد میاد به ساختمونشون این کلیت داستانی بود که توی این فیلمنامه روایت میشه صحنه به صحنه بررسی کنیم این فیلمنامه رو در صحنه اول این دو نفر وارد خونه میشن یه صحبتی با هم میکنن هوشنگ از حس عجیبش صحبت میکنه الهه یهو یادش میاد که کیفش رو جا گذاشته نمیدونه که کیفش رو گم کرده یا کسی دزدیده به هر طریقی مادر الهه زنگ میزنه یا مادر هوشنگ شاید زنگ میزنه و میگه که کیف پیش سهرابه و فردا به دستتون میرسونه الهه میره دوش بگیره و هوشنگ تنها میمونه شروع میکنه به گوش دادن به موسیقی تا اینکه یه صدایی میشنوه میره کنار پنجره و میبینه که چند نفر دارن از دیوار خونه پایین میان میترسه طبیعتا کاری که میکنه اینه که بره به پلیس زنگ بزنه اما متوجه میشه که تلفن یه طرف است. بالاتر این کاشته شده بود این نکته که تلفن یه طرف هست و کاری نمیتونه بکنه میره فقط قفل در رو چک میکنه چمدون ها رو برای اطمینان پشت در میذاره و میره به سمت اتاق خواب و میخوابه صحنه دوم مکان عوض شده اتاق خواب الهه همومش تموم شده و حالا الهه متوجه اون صدا شده میاد به هوشنگ میگه هوشنگ کاری نمیتونه بکنه سعی میکنه انکار کنه اول میاد میگه که تو توهم زدی اشتباه شنیدی و برای اینکه این رو اثبات کنه میرن داخل آشپزخونه مثل اینکه الهه قرص هایی میخوره هوشنگ رو ربط میده به قرص ها میاد به سمت آشپزخونه مکان عوض میشه صحنه عوض میشه و نگاه میکنه قرص های الهه رو میبینه که نوشته امکان توهم زدن کاملا طبیعیه باز الهه راضی نمیشه هوشنگ به سمعکش اشاره میکنه میگه گوشهای من از تو قوی تره. تو سمعک داری و اشتباه شنیدی احتمالا باز الهه راضی نمیشه و میگه که چرا در رو باز نمی کنی که بیرون رو ببینی و خیالمون رو راحت کنی دوباره مکان عوض میشه میرن سمت پذیرایی سمت در ورودی خونه هوشنگ با ترسی که داره در رو باز میکنه خیلی آروم صحبت میکنه و بعد برمیگرده و میگه که خب الان بریم بخوابیم الهه متوجه ترس هوشنگ میشه و اینو کاملا درک میکنه ولی هوشنگ باز انکار میکنه ترسش رو نسبت میده به اینکه تو توهم زدی و میترسم نگران تو هستم و در نهایت میگه که به خیال این قضیهشو بریم و استراحت کنیم تا فردا به بلیتمون برسیم دوباره مکان عوض میشه اتاق خواب صحنه هم عوض میشه اما یک صدای بلندتری دوباره میاد دوباره الهه مسئله رو مطرح میکنه این بار در یک دیالوگ تلایی هوشنگ میگه میترسم الهه اما بلا فاصله بعدش این ترسش رو نمیگه که دلیلش چیه نمیگه که دزد اومده باز انکار میکنه و ترسش رو نسبت میده به اینکه من نگران تو هستم به خاطر این میترسم تو یک دودلی هست که بگه یا نه تو این وضعیت باید به هر حال کنترل کنه اون وضعیت رو مدیریت کنه و چند ساعت دیگه پرواز دارن و در نهایت در اوج این صحنه داد میزنه سر همسرش و الهه دیگه چیزی نمیگه احتمالا اینجا الهه میخوابه هوشنگ میره به سمت پنجره و دوست‌ها رو قشنگ میبینه که دارن اسب و وسوسه رو می‌برن و وقتی که برمیگرده در انتهای فیلمنامه یک باره ترس وجودش را میگیرد گویی کسی را دیده اینجا فیلمنامه تموم میشه پایانش میشه گفت که بازه یک ترسی در چهره هوشنگ نشون داده میشه گویی که کسی را دیده یعنی احتمالاً این به ذهن خواننده یا مخاطب فیلم متواضع میشه که هوشنگ یکی از اون دوست‌ها رو دیده که وارد خونه شده این صرفا برای آشنایی شما با کلیت یک فیلمنامه بود و اینکه چطوری یک داستان در قالب صحنه ها توصیف صحنه ها دیالوگ ها و یک روایت دراماتیک شکل می گیره و در قالب یک فیلمنامه نوشته میشه بریم ببینیم که ایده مناسب برای فیلم کوتاه چه ویژگی هایی باید داشته باشه اولین ویژگی اینه که ساده باشه خلاقانه باشه و همگام با زمان خودش باشه این ویژگی ها برمیگردن به همون تعریفی که داشتیم از فیلم کوتاه از ویژگی های فیلم کوتاه محدودیت هایی که داره و باید بتونیم بسیار ساده تاثیر بذاریم روی مخاطب توی این محدودیت هایی که داریم و سراغ کارهای مهیر و ارجاعات خاص تاریخی نریم حداقل برای شروع این کار رو نکنیم ویژگی مهم دیگه که تکراریه ولی بسیار بسیار مهمه اینه که روی یک کنش تمرکز کنه روی یک کنش دراماتیک روشن و واحد این سه تا واژه خیلی مهمند. دراماتیک بودن به جنبه های عملی و نمایشی داره اشاره میکنه روشن بودن به جنبه های عینی و بیرونی کنش داره اشاره میکنه و واحد بودن هم داره تاکید میکنه که سراغ طرحهای چنگانه و پلات متعدد نریم و روی یک خط واحد داستانی تمرکز کنیم از کجا میتونیم شروع کنیم ایده رو پیدا کنیم سه تا چیز میتونن به ما خیلی کمک کنن واژه ها تصاویر و رویداد ها یک واژه میتونه به ما ایده بده یک تصویر میتونه به ما ایده بده و همچنین یک رویداد توجه کنیم که به هیچ عنوان حداقل در شروع و ترجیحا همیشه از مضمون شروع نکنیم مضمون همون تم یا محتوا یا مباحثه اخلاقی یا پیام این واژه ها به کار رفته من اینجا واژه مضمون رو استفاده کردم مثلا من میگم که برای تداوم عشق تعهد نیازه و میخوام بر اساس این مضمون یک فیلم نامه بنویسم احتمال خیلی زیاد من به یک مقاله میرسم نه به یک فیلم نامه بهتره که از مضمون شروع نکنیم و اجازه بدیم که مضمون خودش در حین نوشتن داستان نوشتن فیلم نامه و گسترش ایده خودش خودش رو نشون بده و ما از مضمون شروع نکنیم تمرینی که میتونیم داشته باشیم برای پیدا کردن ایده برمیگرده به اون سه تا ماده خامی که بررسی شد مثلا میخوایم از یه واژه شروع کنیم تمرین به این شکله شروع میکنیم به نوشتن واژه ها بدون فکر کردن بدون اینکه بخوایم تعمدن واژه خاصی رو به کار ببریم یا بین واژه ها ارتباطی برقرار کنیم شروع میکنیم به نوشتنشون بدون اینکه دستمون رو از روی کاغذ یا از روی کیبورد برداریم 10 تا واژه 20 تا واژه 30 تا واژه مینویسیم تا در مراحل بعدی ازشون استفاده کنیم تصویر آلبوم عکس و تصاویر ذهنی میتونن به ما کمک کنند آلبوم عکس میتونه آلبوم عکس خانوادگی باشه که خب حامل احساسات و خاطرات زیادی هست یا اینکه آلبوم های عکسی باشه که توی اینترنت هست میتونیم ازشون استفاده کنیم یا تصاویر ذهنی باشه تصاویر ذهنی به معنای تصاویر ماورایی و افسانه و خیالی نیست صرفا تصویریه که واقعی نیست و ساخته و پرداخته ذهن ماست 10 تا 15 تا 20 تا تصویر جمع می‌کنیم میکنیم تا در مرحله بعدی ازشون استفاده کنیم همچنین در مورد رویدادها یا کنش ها خاطرات میتونند به ما کمک کنند. مثل آلبوم های عکس خانوادگی خاطرات هم با خودشون احساسات عمیق و زیادی رو دارن که میتونند برای یابی به ما خیلی کمک کنن یا اینکه یک کنش رو به عنوان یک رویداد در نظر بگیریم یعنی چی مثلا کنش دزدیدن یا جزئی تر کنش گریه کردن یک دختر بچه به علت تنبیه شدن توسط والدین یه سری کنش رو کنار هم می‌نویسیم و لیست میکنیم تا بعدا ازشون استفاده کنیم نمونه عملی این تمرین به چه شکل میتونه باشه مثلا در مورد واژه استکان ویفر راننده نوازش بدون اینکه فکر کنیم یا تعمدن بخوایم واژه ای رو به کار ببریم و وقتمون رو سر این چیزا بذاریم واژه ها رو لیست میکنیم در مورد تصویر مثلا تصویر یک پسر بچه بادکنک در دست و مادرش در مورد رویداد مثلا در کودکی در خیابان گم شده بودم اگر بخوایم این رو به صورت یک کنش بنویسیم میشه گم شدن یک کودک در خیابان توی مراحل بعدی میریم سراغ گسترش مواد خامی که داریم برای رسیدن به یک ایده